نزنین من بازیگرم من بازیگر بودم فاحشه نبودم فاهشم نیستم به خصوص در سن 67 سالگی که من 54 سال خدمتگذار مردمم یه خدمتگذار نمیتونه فاحشه باشه شما ثابت کن من فاحشم شما اثبات کن عزیزم تواناییشو داری حتما که گفتی بی دلیل نیست که ایران به این روز افتاده چون این افکار و ذهن ناپاک که خداوند قهرش گرفته و شما به عنوان یک کسی که دختر یه همچین شخصیت معتبری میاد زیر من و تو می نویسه متاسفم که یه فاحشه کسافت وکالت میده من حق وکالت دارم من حق زندگی کردن دارم من عزیزم من چهل و چهار ساله بل اجبار از گوشه های زندان جمهوری اسلامی از زیر اعدام اومدم بیرون و آواره دنیا شدم آیا حق ندارم که وکالت بدم و حق زندگی ما بگیرم اگر نظر شما اینه که یک فاحشه من نیستم نمیدونم شما منظورتون از فاحشه بودن فاحشه تنفروش داریم، فاحشه ذهنی داریم فاحشه قلبی داریم فاحشه وجودی داریم که اینایش کدومش در من نیست و نبوده و نخواهد بود. کلامتون قشنگ نبود دل منو شکستی متاسفم بسیار متاسفم که اینگونه ذهن آلوده در مورد من دارین من لیلای سمدم من شهناز تهرانیم من سامانتای اختاپوسم من پنج سال تمام تو تلویزیون جامع جمع ملی ایران به عنوان بهترین بازیگر تلویزیون جامعه جمع من اه اه انتخاب شدم عزیزم من نه سال لالزار بازی کردم و جایزه گرفتم عزیزم من بهترین فیلم ها رو بازی کردم فیلم های تجارتی هم بازی کردم فیلمایی مثل اسرار گنج دره جنی هم بازی کردم مغزتو تو درست کن دخترم امیدوار امیدوارم موفق باشی امیدوارم چراغ دلت همیشه روشن باشه قلبت قلب انسان واقعی باشه اونی که هستی باش در مورد مردم نظر نده خانم گلستان عزیزم روح برادرتون شاد بردر شما خیلی کوچیک بود که من میشناختمش فیلم اسرار گنج در ریجنی یک سال و اندی طول کشید و ما یک سال و اندی با جناب گلستانه و مادر شما و همسرشون هر روز همدیگر رو میدیدیم سر فیلم برداری و متاسفم که از خاندان گلستانه چنین کلام زشت و کثیفی برای یک بازیگر قدیمی از زبان دختر عزیزش بیرون میاد آرزو سلامتی برای استاد خودم جناب گلستانه دارم و امیدوارم که شما هم ارزش پدرتون رو بدونین و نام ابراهیم گلستانه رو خراب نکنین ذهن مردم رو آلوده نکنین اونی که باید منو بشناسه میشناسه اونی هم که رو حرف شما فکر میکنه من فاحشم خب باش فکر کنه ولی دلم درد گرفت و اشکم در اومد. از شما انتظار نداشتم چون شما در یک خانواده بزرگ به دنیا اومدی فرهنگی هنری در یک خانواده بسیار قابل ارزش به دنیا اومدی و از ذهن شما اینه کلامتون در مورد من اینه متاسفم نمیدونم من به شما چه بدی کردم که شما نام منو فاحشه گذاشتید شما رو دست خداوند میسپارم که یک معجزه ای بشه شاید ذهنتون زبانتون عوض بشه بشید مثل پدرتون چون پدر شما هرگز دل کسی رو نشکست توهین نکرد یک سال خورده این من سر صحنه های فیلم برداری بودم هر روز حتی مادر شما با ارزش انسان روی زمین بود و هر روز برای ما قضاها درست میکرد میابر سر فیلم برداری من دستای این بانوی فریختر رو میبوسم خدا نگهدارت باشه